بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکات در جهان امروز رسانه ها با انتقال اطلاعات و معلومات در زمینه های مختلف شرح حوادث و اتفاقات گوناگون و تبادل افکار و عقاید نقش بسیار عظیم و بزرگی را در عرصه های مختلف از جمله پیشرفت جوامع فرهنگ و تمدن بشری بر عهده گرفتن تاثیرگذاری رسانه ها بر حد بالا و ارزشمند است که دانشمندان اصری کنونی را انفجار اطلاعات و اصری معلومات نامیده اند نقش رسانه در بیداری و آگاهی مردم چیست و چگونه است فعالیت رسانه ها چگونه ممکن و چگونه قابل تشخیص است نقش رسانه ها در حمایت از افکار جامعه آگاهی بیداری و همچنان انتقاد چی گونه می تواند که مؤثر باشد و زمینه ها را برای اتحاد همسویی در جامعه فراهم بکند پرسش است که با جناب استاد بهادنی بقایی استاد دانشگاه مطرح خواهیم کرد جناب استاد خوش آمدین خوش باشیم. سلام به شما و بینندگان خوب برنامه سلام بسیار زیاد تشکر میکنم از اینکه دعوت ما را پذیرفتند و به بحث حاضر شدیم نقش رسانه ها را در آغاز از شما پرسان کنم که در بیدارسازی مردم و هوشیارسازی سازی اف تو افکاری توده ها چگونه ارزیابی میکنین چگونه میبینین قربان شما سلام مجدد به شما استاد گرامی همدیس محترم و همکارای گرامی شما بینندگان خوب برنامه و بدون شک رسانه ها به عنوان یکی از ابزارهای یا تکنولوژی مدرن در دنیای امروزی به عنوان یکی از برانترین وسایل در تأمین ارتباطات اطلاع رسانی، پیام رسانی، خبر رسانی در واقع در روشنگری و بیدارگری جوامی دهات ها سازمان ها جوامی جوامی انسانی در سطح مملک ممالک سطح سازمان ها ممالک کشور در واقع حتی قاره ها جوامی انسانی یکی از عناصر بسیار مهم و استراتژیک تلقی میشه در واقع راه بردی تلقی میشه از آن جایی که رسانه به عنوان یکی از ستونه های پنجمی در امتداد چهار عنصری که در یک کشور در یک جامعه مدرن امروزی به عنوان یک نیاز اساسی و اصولی در واقع اصلی تلقی میشه مانند حکومت و مانند در واقع فرهنگ و اقتصاد و اینا چطور پارلمان بخشش باشه نهاد قانونگذاری و اینا یکیش هم نهاد پنجمیش هم رسانه ها را قبول کردن که یعنی رکن اساسی در تنظیم و نظم و سازمان و در واقع برقراری نظم نظام اجتماعی در واقع اهداف حکومتی اهداف سازمانی در واقع یکی از ابزار یا در واقع عنصر پنجمی و بنیادی در یک نظام مدرن امروزی برای رهبری یک جامعه تلقی میشه هرچند که رسانه ها در افغانستان پیشینه چندانی نداره از لحاظ آزادی بیان اینا اما باز هم نظر به تکنولوژی امروزی در کنار کشورهای دیگه باز هم افغانستان بخصوص در 20 سال گذشته حتی اکنون هم افغانستان مردم افغانستان از این تکنولوژی و از این رسانه های در واقع از تلویزیون ها گرفته تا به رادیو ها رسانه های چاپی حتی شبکه های اجتماعی به نوان رسانه های مجازی اینا همه در واقع جزی از رسانه ها شمرده میشه که در بیداری و روشنگری و اطلاع دیهی و بالاخره نزدیک سازی جامعه امروزی افغانستان با جامعه جامی بشری در واقع و بالاخره در سمت و سودیهی افکار و نیاز ها و در واقع انگیزه ها و ارزشگری های جامعه امروزی نقش بسازه استاد چقدر رسانه ها در کل چه رسانه های اجتماعی چه رسانه ای... دیداری تصویری شنیداری در کلش رسانه چقدر تانیسته که در افغانستان در مدت 20 سال تا به امروز حتی قبل از او هم برای تغییر افکار عمومی جامعه معاصر واقع شوه و بتانه انتظاری ده که انسان از رسانه داره به همون انداز کارگر و مؤثر واقع شده باشه بدون شک یک نگاهی کلی برای تاریخچی رسانه ها اگر بخوایم داشته باشیم رسانه ها در واقع از آوان تاریخ حیات بشر در واقع تا به قرن 15 هم 16 به شکل طبیعی بوده واقعی بوده یعنی اطلاعات محتوا خبر رسانه به شکل طبیعی طبی انتقال میشد انتقال می, می شد چی از طریق در واقع صدا بود یعنی جار زدن بود چی از طریق نام نوشتن بود چی از طریق انتقال در واقع از طریق پرندگان بود یا چی از طریق کتابت, کتابت و, و خط اعلان. و, بالاخره نشانه ها و علایمت ها دود کردن و آتش کردن و یعنی از بشکل شیوه های طبیعی و کاملا ابتدایی اما پس از اختراع در واقع ماشین چاپ در واقع خط کتابت اینا بعد از قرن 15 و وارد یک تکنولوژی جدید دنیای بشریت میشه که در واقع در کنار خط ما میتونیم که حتی تصویرم به چاپ برسانیم یعنی پیام ها را، نشانه ها را، اطلاعات را، رمز ها را به نحوی برای جامعه، برای افراد و بالاخره برای مخاطبین در واقع محتوا را برسانیم یعنی به بر شکل ترکیبی وارد شکل ترکیبی شد این پیام و این اطلاعات اما پس از قرن بیستم و آخر انکشاف اختراعات جدید و حتی امروز ما شکل اینترنت شده داریم به شکل پویاییش در واقع در کنار تصویر صدا و بالاخره همینطور عناصر دیگی که در محتوای یک خبر یک پیام در واقع یک موضوع برای مخاطبین نیاز هست رسانه ها امروز به شکل بسیار پویایی و در واقع بی پیشینه را می میکنه که حتی دنیا را جوامع بشری را به شکل یک دیگرگون کرده هم متن است و هم تصویر است و هم صدا دقیقاً هم تصویر هم متن هم محتوا در واقع هر آن اتفاقی که امروز در کنار گوشی از دنیا اتفاق میفته مفتی... ما میتونیم از طریق رسانه های تصویری در واقع شنیدوری و بالاخره تا چاپی ما میتونیم که در آن واحد یا چند لذبت به بت... طور مستقیم نظر به شکل شوی رسانه میتونیم که اطلاعات ما پخش بکنیم و در دنیای دیگر یک یک جامعه یک فرد در گوشی گوشه دیگر دنیا زندگی میکنه بلکه با فرسنگ ها فاصله میتونه که اطلاعات به دست بیاره در واقع یک شکل پویایی رسانه ها که به شکل بسیار بی پیشینه حتی انفجار, انفجار ارتباطات هم برش میگن که کاملا دنیا رو به شکل دیگه کرده تبدیل کرده بخصوص با روی کار آمدن انترنت رسانه های شبکه های اجتماعی بخصوص به شکل ساده شکل هم بخواییم و کاملا تلویزیون ها خب برترتی چگونه در افغانستان این تارسانی بخصوص سال پسین و بالاخره پیش از او چطور تاثیر داشته در جامعه افغانستان بدون شک هرچنده که رادیو قریبا 70-80 سال یا بیشتر از او را تاریخ چیشه در برمیگه در افغانستان اما تلویزیون دقیقا چیزی کم 50 سال را در گیره که اولین بار در اواخر حکومت محمد داود بود که چیزی به نام تلویزیون یا دستگاه فرستنده در افغانستان وارد شد پیش از او چون جامی جامعه ما بسته بود یعنی حکومت که اک اینجا سلطنتی بود پادشاهی محمد ظاهر شاه بود اینجا همه چیز کنترل میشد و نمیخواستند در واقع مردم را به شکل که لازم هست نظر به جوامی مدرن جوامی کشورهای همسایه و جوامع امروزی نیاز بشری در واقع انگیزه ها و ارزش ها و در واقع گزینش های یک انسان امروزی نمیخواست که در واقع مو زمان مردم در این تکنولوژی قرار بگیرن از این تکنولوژی از مزایاش استفاده بکنن اما پس از این جمهوریت محمد داوود در واقع و بعد از او کمونیست ها گناه میخواستن نوگرا باشن و یک سری تکنولوژی و بعض چیزهای مدرن دنیای دیگر وارد بسازن در واقع خب برترتیب یعنی سیر تکاملی را ما بخصوص در پنجاه سال پسین در افغانستان ما شاهد هستیم و بخصوص در دوری دموکراسی که ما پس از سال دقیقا دو هزار یک اگر بخواییم بگوییم سال نزد و یک به طرف که صفی تاریخ سیاسی افغانستان ورق خورد دنیا در اینجا آمدن به هر نمانی که بود در اینجا زیر نمان دیمکراسی و رسانه ها و خیلی نهات ها و سازمان ها بلاخره یک سری مزایای خوب و ناخوب در اینجا وارد شد بخصوص در عرصه رسانه ها که ما شاید انفجاری از رسانه این اطلاعات و ارتباطات در افغانستان هستیم که اینجا اینترنت بار اول آمد در افغانستان رسانه ها تشکیل شد رسانه های چوپی رسانه های دیداری و شعطا شنیداری که بیش از 400 و رسانه در سراسر رس افغانستان چاپی و شنیداری و دیداری به وجود آمد و دقیقا اینا همیشون در آگاهی و در بیداری و بالاخره در سیاست گذاری دولت ها نقش داشتن در واقع همه از اینا و در ادامه از او که امروز در واقع نوع نظامی که فعلا ما داریم امارات زیر نوان امارت اسلامی ارچند که رسانه ها بنابرای سانسور است سیاست های حاکم در واقع هنوز هم ما از این اطلاعات و از این رسانه ها و از محتوایشان در واقع مردم مستفید میشن درست درست چقدر به نظرتان رسانه ها میتونه که فعالیت های بهتر و خوبتر داشته باشه و محتوای خوبتر داشته باشه به نظرتان فعالیت بهتر یک رسانه در چیست و چگونه میتونه که ما تشخیص بدیم که ای رسانه فعالیت بهتر و خوبتر و سودمندتر داره اینمی تشخیص از روی چی میتونیم بکنیم از روی متن تصویر صدا یا پیام بدون شک هر که پیام تصویر صدا یکی از نیازهای ثانوی هستند یعنی به ایمانا که هرچنده که اصلی تکنولوژی از آن تکنولوژی اولویت هستند اما از ده ها سیاست گذاری نوه ارزش ها و درواقع در واقع محتوا و پیامی را که او رسانه در واقع اهدافی را که دنبال میکنه پخش میکنه به مخاطبین در واقع نظر به نیازها و انگیزه ها و ارزش های جامعه و بالاخره نو محتوا و کیفیت محتوا در واقع بستگی به همین چیزا داره و همچنان به خاطر موفقیت یک رسانه نو آزادی و دسترسی یعنی در کارش یک رسانه نیاز اولویت است که یک رسانه باید از این برخوردار باشه که نباید بر هر چیز از او سانسور شود و فشار وارد شوه که چرا ای چرا او ای اینی یعنی هر قدری که در یک رسانه نظر به فرهنگ حاکم در جامعه ارزش های حاکم در جامعه و بالاخره نیازها و انگیزه ها و ارزش های یک جامعه در واقع افراد جامعه دنبال میکنن مطابق به او محتوا و پیام اطلاعات و موضوعات چی در قالب خبر باشه چی در قالب هنر باشه چی در قالب سیاست باشه چی در قالب واقع فرهنگ باشه و مسائل انجارهای ارزش های اجتماعی بوده باشه هر قره که با این چیزایی که من گفتم اشاره کردم با این ارزش ها و نگرش ها و نیاز ها و بلاخره گزینش های افراد جامعه برابری داشته باشه همخوانی داشته باشه در واقع او رسانه میتونه موفق باشه و در واقع بهتر باشه رسانه موفق و پیشتاز و با بالاخره رسانه بهتر و با پیام های بهتر باشه به نظرتون در طول 20 سال رسانه ها با آینه تصویرگذار و یا پیام دهنده از مردم بوده باشه یعنی نماینده مردم باشه که رسانه بتانه باستابی از اندیشه و فکر و فرهنگ مردم باشه به نظرتون در طول به سال آیا رسانه در افغانستان چنین کاری را کردند؟ یا یکی برخلاف اما افکار و اندیشه ها و عرف انانات مردم در یک موج دیگه در یک جریان دیگه در حرکت بودن خب بدون شک من پیشتر اشاره کردم چهار انصاری که در چهار پنج که در در پایگزاری و در در واقعی در نگه داشتن کاخ نظم و نظام یک جامعه ضروری و اولویت داره در کنار در واقع حکومت نهاد اجرایه نهاد قانونگذاری پارلمان نهاد قضایی در واقع چهارمشان امروز دنیای مدرن رسانه ها را قبول کرده این رسانه رکن چهارم است. ما نظام. دقیقاً چهارم و چهارم چهارم و پنجم یک نظام, نظام مدرن است. امروزی در یک جامعه بشری است بیشتر اشاره کردم ما. بدون شک یک جامعه به رسانه ها نیاز داره بخصوص نیاز جامعه امروزی خب اگر ما بخوایم بگوییم یک جامعه رسانی را که در واقع رسانه هایی را که داشته باشه و بخصوص هدف ما در 20 سال گذشته از زیر نوان دموکراسی نظام دموکراسی در اینجا بوده چقدر در بیداری و در روشنگری و در واقع برقراری ارتباط میان جامعه و دولت دولت مردان نهادهای اجرایی و مقرنه و در واقع قضایه چقدر نقش داشته؟ بدون شک در کل موفق بوده رسانه ها در افغانستان در کل اگر بخوایم بگوییم یعنی به نحوی رسانه ها آزادی داشتن میتوانستند که نقد بکنند میتونستن که واقعیت های اجتماعی را واقعیت های سیاسی را اقتصادی را امنیتی را زیر هر عنوان هر واقعیتی هر در واقع ارزش خبری را اطلاع رسانی را در واقع اجتماعی را که نیاز افراد جامعه بوده در واقع مسئولیت های حکومتی بوده واقع سازمان ها و نهادها ها بوده این را باستاب دادن اما مشکلی که در نظام جمهوریت بود متاسفانه یک سیاست گذاری لازم را در قسمت تشخیص و تعیین یا حال مدیریت محتوا و اطلاعات و سیاست ها و طرح برنامه های رسانه ها نداشت متاسفانه هر کسی یک رسونی درست کرده بود بنابر با استفاده از امو جو حاکم زیر نام دیمکراسی حتی گروه های مخالف حتی گروه هایی که اصلا با فرهنگ و ارزش ها و باورهای جامعه افغانستان مطابقت نداشتند و بالاخره در او از طریق او رسانه خود اونا می اهداف برنامه‌ای خود را پیش می بردن. حتی عداف بیرونی را پیش می بردن. که در واقع مخالف با نظام مخالف با منافع مردم بود در واقع این یکی از ضعف‌ها و ناتوانی ها و های حکومت جمهوریت بود یا یعنی زیر نام دموکراسی بود در واقع اگر واقعا محتوا و اطلاعات و برنامه های رسانه ها چی از تلویزیون گرفتد گرفته چی رادیو ها و رسانه های چوپی؟ در کل رسانه ها از طریق نظام جمهوری که نظام جمهوری اسلامی بود در واقع مطابق به قوانین اساسی قوانین نافذی کشور در اون زمان هم که اسلامی بود اگر واقعا کنترل میشد و در واقع از رسانه ها از آزادی بیان زیر نمان از آزادی بیان ابتزال انحراف در واقع پیام هایی که مخالف ارزش های فرهنگی ارزش های دینی ارزش های اجتماعی جامعه افغانستان بود نمیشد و به نحوی بهانه و ابزار برای تحریک گروه های دیگر نمیشد این واقعا جامعه افغانستان از این رسانه ها از این محتوا برای اصلاح و برای روشنگری و برای بیدوری برای اتفاق و اتحاد یک جامعه مسلمان موفق و متحد درست. در واقع استفاده میشه بسیار خوب استاد چرا ب... وقتی که رسانه میگیم در گام اول به ذهن انسان بحث انتقاد متبادر میشه؟ انتقاد به نظرتان چی می است میخواستم میره پرسان کنه که وقتی گفتیم رسانه آزادی بیان یا آزادی رسانه به این معنی که باید انتقاد وجود داشته باشد انتقاد به با چی معنا و مفهومی است چی عناصری میتونه داشته باشه و انتقاد چی اهدافی را دنبال میکنه چی در رسانه باشد چی مثلا نوشتاری گفتاری در هر رد در, در کلش رسانه و بیان بدون شک اگر به طور آمیانه بگویم به طور اصطلاحی نقد یعنی نپسند دانستن نو سیاست و فعالیت ها و کارکرت های یک سازمان یک نهاد یک گروه و چی حکومت باشه چی افراد و سازمان ها و نهادها ها باشه و چی افراد باشه یعنی نپسند دیدن و نقد کردن و در واقع ناپسند همو گفتار و رفتار و فعالیت های ناپسند همو افراد امو گروه ها امو سازمان ها بالاخره عمو دولت مردان که مطابق به قوانین مطابق به ارزش ها مطابق به با باورها و انتظارات افراد جامعه نبوده باشه اینو میگیم انتقاد و انتقاد سالم و با ای انتقاد سبب اصلاح میشه برای افراد برای سازمان ها برای حکومت ها و برای حکومتگران زیر هر عنوانی که بوده باشه و وقتی که مطابق به نیازهای جامعه ارزش های جامعه باورهای جامعه در واقع انتظارات افراد جامعه وقتی کارکردشان سیاستشان فعالیتشان نبوده باشه باید نقد مورد نقد قرار بگیرن و, و بالاخره برایشان گوش زد شده که شما کارتان، رفتارتان، سیاستتان نپسند است مطابق نیاز مردم نیست مطابق واقعیت های اجتماعی و, و بالاخره نیازهای های مردم نیست این میتونیم نقد بگوییم و نقد و انتقاد کردن سبب اصلاح و پویایی و بیداری و در واقع خوش رفتاری و ادای مسئولیت سالم دولت مردان، سازمان ها، گروه ها و بالاخره افراد های یعنی به اصلاح می کاملا وقتی که انتقاد می کنیم برای اف... رفتار و گفتار و سیاست ها و بالاخره کارکرد های ناپسند افراد، گروه ها، سازمان ها، دولت ها، سبب میشه که اونا متوجه رفتار خود شون رفتار ناپسند رفتاری که در واقع مطابق به قوانین مطابق به ارزش ها و باورها و انتظارات و جا، افراد جامعه نیست باید اصلاح بکنن گفتار خود را به طور مثال هیچ کسی حق نداره بالا کس ظلم بکنه زیرا رنوان بوده باشه خدا نخواسته آسیب برسانه بر افراد جامعه کسی را محروم بسازه حق حقوقی که خدا برش داده از حقوق طبیعیش در اینجا نقد باید شوند و مهمتر از همه در اسلام ما داریم زمانی که حضرت عمر فاروق دو خلیفه دوم اسلام است از طریق صحابه است. از طریق افراد جامعه امون روزگار جامعه اسلامی ما نقد میشه و او نقد بسیار به خوبی میپذیره و به خوبی هم جواب میده وقتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه آله و سلام مورد انتقاد قرار می در صلح یکی از صلح ها اگر صلح که کفار همو زمان برش میگه که تو نشته کردی در پایان نامی خود محمد بن عبدالله محمد رسول الله در حالی که شما پیش خودتان محمد رسول الله هستین کافر ها گفتن ما قبول نداریم شما که رسول الله بوده باشین شما محمد هستین بن عبدالله هستین محمد رسول الله نیستین و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالی که میفهمه درست است که اینا کافر هستند و پیش مسلمان ها محمد رسول الله پیش کفار محمد رسول الله نیستم اونا نپذیرفتند برای من ایمان آوردن و بسار به با سینه باز با پیشانی باز در واقع سینه فراخ میپذیره رسول الله را پاک میکنه از امو نامه پس وقتی که محمد رسول الله بیترین عالم این طوری شخصیت است نمادی از اخلاق است نمونی از اخلاق است مکارم از اخلاق است در واقع ملگوی شخصیت برای جامعه بشری است پس ما چگونه افرادی باشیم که زیر نوان حکومتگران زیر نام رئیسان و بالاخره پولداران یا هر کسی که در, واقع در واقعی در, واقع در یک رأس یک نظام یک سازمان یک جای قرار داریم و تاثیر داریم بالای افراد جامعه و خدا خب خواسته ما انتقاد پذیر نبوده باشیم بیایی که ما به انتقاد جامعه اسلامی ما با افراد با نخبگان تن بدیم و آنچه که جامعه اسلامی ما در واقع جامعه ما ارزش های ما باورهای ما ایجاب میکنند واقعیت های اجتماعی و اقتصادی سیاسی ایجاب می‌کنه. دولت مردان باشه هر گروهی که باشه در واقع هر افرادی که باشه باید باید تن به انتقاد را بپذیره برای پویایی و برای اتفاق و برای سربلندی جامعه اسلامی بسیار خوب است دوباره به صحبت های شما برنگردیم بینندگان عزیز میان برنامه کوتاه دوباره خدمت شما هستیم سلام مجدد ارز میکنم خدمت بینندگان عزیز شما بیننده برنامه امت از طریق شبکه تلویزیونی نور هستید جناب استاد گفتن که انتقاد باید باشه انتقاد یک اصل است برای اصلاح و برای بهبود وضعیت جامعه پس این انتقاد از طرف کی باید مطرح شود؟ منتقد باید کی باشه منتقد باید چی ویژگی ها و خصوصیات داشته باشد که بتونه که نقدی میکنه برای اصلاح و جانه مقابل هم قابل پذیرش باشد. بدون شک انتقاد اصلا از لحاظ علمی از لحاظ اخلاقی از لحاظ در واقع موازنی که دو طرف از یکی کسی که در واقع یک مسئولیت داره در بالای جامعه تاثیر گذاری داره چه یک سازمان باشه چه یک گروه باشه چه یک حکومت باشه چه یک رسانه بوده باشه در واقع چه یک فرد بوده باشه وقتی که جانب مقابلش منتقدین است افراد عام جامعه میتونه بوده باشه و میتونه نخبگان بوده باشه دانشمندان دانش دان بوده باشه جامعه چیز باشده. فهمان جامعه بوده, باشه اصولا درست. و در قدم اول نخبگان چیز فهمان جامعه برتر شخصیت های برتر آگاه جامعه درست. کارشناسان در واقع اینا میتونن که منتقدین بوده باشه علما بوده باشه علمای دینی میتونه بوده باشه تکنوکرات های منظور ما کسی که علوم اصلی را آموخته نظر به وظایف شد نظر به واقعیت و مسائل موجود در واقع این میتونه که اینا منتقدین بوده باشن در رأس به طور عام میتونه همه مردم بوده باشن وقتی که مردم انتظار دارن در واقع کاری برشان شود کاری برشان شود زمینه شغل فراهم شود در حالی که مسئولین هیچ کار دمی راستا نکرده پس مردم حق داره به طور عام انتقاد کنه از روزگار بش شکایت بکنه به طور نمونه میخواستم بگویم به طور عام هم. همه مردم میتونه منتقد بده باشه خب از آن جایی که ما توده ها را داریم جامعه همه افرادش از لحاظ لایه های اجتماعی یکشار جامعه یکسان نیست فهمشان دانششان برداشتشان همه مردم میتونه به نوعی خود به سوی خود منتقد بوده باشه اما منتقد معطوف به واقعیت اینی برحق بوده باشه منتقد نام در واقع یک سری اصول داره به مثال اینی کسی که انتقاد میکنه در واقع بر نسبت بر یک واقعیت بوده باشه نسبت به یک امر یک کار به یک رفتار کردار ناپسندی که از لحاظ ارزش های دینی ارزش های اجتماعی و از لحاظ قوانین از لحاظ واقعیت ها و انتظارات جامعه در واقع محکوم بوده باشه اونم را انتقاد کنن دخبگان عام مردم اما این وقتی یک چیز واقعی شده باشه اما به طور مثال یک جای ظلم میشه بالا یک مردم بالا یک فرد بالا یک گروه یک منطقه پس عام مردم مخالف این ظلم است چرا شما ظلم میکنین چرا مردم محروم میسازین فرضاً به طور مثال پس نخبگان انتقاد میگن از به واقعیت اما در برابر انتقاد ما یک سری چیزهای تخریبی هم داریم مثلا یک چیزی اتفاق نفتیده اما به خاطر از یک, یک گروه را یک سازمان را یک حکومت را یک فرد را یک رسانه را بدنام بسازن یک خلاف یک دای خلاف واقع میکنن که در واقع این تخریب گریست و که بر شایع سازی شایع پروگانی میکنن دقیقاً برش میگیم و شما یعنی به طور عموم ما به زبان فارسی برش میگیم تخریب گری یعنی جرم مقابل بدون توجی بدون بدون قوانین بدون کدام خطای انجام داده باشه تخریب میکنین اما در واقع در فرهنگ اسلامی اینمی حالت وضعیت یا در فرهنگ ای 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 انسانی مخصوصا در فرهنگ جامعه ما اما کسی که یک کاری نکرده باشه با شایه سازی و تهمت بستن باشه به نظرتان چقدر میتونه که از لحاظ وجهه اجتماعی آسیب رسان باشه هم به با شخص شخصی اساس و هم به نهاد و هم به جانب مقابل و افکار یامه چقدر میتونه که زیان برسانه بدون شک از آن جایی که از آز اسلامی بخوایم بگویم اخلاق اسلامی ما میدانیم که به قول بعض دانشمندان اسلام 98 درصد اخلاق است ارزش هاست یعنی چی باشه چی نباشه چگونه باید باشیم چی باید چی باید بکنیم چی باید نکنیم باید ها و نباید باید ها و, نباید درست. و نباید ها از اسلام ممکن است بعد به قول بعض دانشمندان دو درصد مسائل اعتقادی است بکش همه اخلاق از در اسلام پس از آن جایی که پیام اسلام ماهیت اسلام در واقع راستی است صداقت است روشنی است یک رنگی است پس یک مسلمان یعنی یک رنگ بودن صادق بودن دروغگو نباید باشه خلافکار نباید باشه آنچه که خلاف حقیقت است نباید بگوید نباید خدا نشان بده اگر خدا نخواسته کسی یک کار انجام نداده و او متهم شده که تو این کار کردی و او به نحو شخصیتکشی شود، اتهام برش بسته شود به خاطر تخریب شوه این در واقع گناه است از لحاظ اخلاقی کاملا از لحاظ اعتقادی از لحاظ اخلاق اسلامی کاملا مردود است و ایدا کسی که اتهام ببنده گناهگار است اما از آن جایی که گپ ماسر انتقاد است انتقاد نظر به واقعیت ها صورت میگیره وقتی که از طرف یک فرد یک سازمان یک رسانه یک حکومت یک گروه هر کسی که در واقع خلاف یک عمل خلاف صورت میگیره مردم آسیب میبینه از ازکشان محروم میشه در واقع مردم این نیازها و انتظارات و انگیزه هایشان برآورده نمیشه در به حقوقی که خداوند برشون قائل شده اینجا انتقاد میشن اما مسئول انتقاد میشه اینجا باید انتقاد پذیرفته شوه و, و کسایی که اشتباه کردن زیر هر انمانی که باشن اینا باید از خود را اصلاح بکنن و به خواسته های مردم خواسته های مشروعی که با قانون خدا و حکم خداوند به نیازها و عقل سلیم برابری داره باید به این لبای خوب بیان تا استاز انتقاد و شیوه های انتقاد اینا ان شاء مفصل خوبی خواهیم گرفت صحبت بیشتر میکنیم میخواستم پرسان کنم که مسئولیت رسانه در هر سه متحد سازی منسجم سازی وحدت و انسجام و نزدیک کردن پایه ها و لایه های اجتماعی جامعه و در کلش پایگاه های اجتماعی یعنی مردم چقدر میتونه نقشی اساسی داشته باشه بدون شک نقش رسانه ها در اتفاق و همبستگی و روشنگری و تقریب گروه ها و اقوام و جریان های اجتماعی واقعی نقش بس داره اما قبل از یام میتونیم میخوایم بگیم که وقتی کسی انتقاد میکنه یک تر هم داشته باشه اولویت است نخبگان وقتی که انتقاد میکنن طبعا تر داشته باشن رای درسته برای کسی که رای اشتباه رفته برشان بگوین یعنی خب پس... کسی را میگیم که اینی کارت خراب است و این رای بیترش اینی را بیترش. راه را بری که باید کارت اصلاح, کارت شد. 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 اگر کسی مثلا انتقاد بکنه ولی راه و اصلاح سازی و یا مطرح بدیل نداشته باشه باز به با نظرتان تخریب بنا نه میکنه؟ اینی میتونه کسی انتقاد کنه کار نوبسند یک از کسی انجام میده میتونه بگوید کار تو اشتباه است اگر تر هم برش نته مسئولیت نداره اما چون عام مردم است منظور ما خب این کاری نخبه اما این کار نخبگان است کار کارشناسان است دانشمندان و افراد فهیم است که در امون زمینه در اون مسائل در موضوع تخصص دارن. تخصص دارن وقتی کار کسی خلاف طورت میگیره میتونه که از اون نقد بکنه و بدیل, بدیل و برش برای اصلاح بودن از اون صح. بکره. صح. خب پس آمدیم سر موضوع سوال که شما تحقیق کردیم که اتفاق مردم بله رسانه ها میتونه که در تقریب مذاهب تقریب اقوام نزدیک سازی, نزدیک سازی، گروه ها و جریان های سیاسی سی، در واقع هم بستگی ملی هم بستگی یک جامعه افراد جامعه نهله ها و جریان ها در واقع میتونه نقش بازی بکنه نقش سازنده مطابق به ارزش ها و باورها و نیازها و واقعیت ها و انتظارات افراد جامعه در واقع یعنی رسانه ها میتونن نقش بسیار برانی در این زمینه داشته باشن چرا؟ به خاطر از اینکه مردم از طریق رسانه ها در واقع میتونن که بسادگی پیام ها را اطلاعات رسانه ها را یعنی در واقع ببخشید پیام ها محتوای رسانه ها را به دست بیاره اما زمانی که ما بتانیم زیر انوان حکومت زیر انوان یک سازمان زیر انوان یک رسانه زیر یک جریان سیاسی در واقع و وقتی که ما میخواهیم یک پیام را ارائه بکنیم در واقع کوشش بکنیم که مطابق به نیازها و وقت ها و بافت اجتماعی و فرهنگی و دینی و سیاسی جامعه بوده باشه همه مسئولیت داره حتی از یک فرد جانه گرفته تا به یک رسانه تا به یک نهاد و سازمان و جریان سازی تا به یک گروهی که حاکم است و بالاخره یک حکومت است و بالاخره هر کسی مسئولیت داره که در اتفاق و اتحاد مردم در بیداری و روشنگری در سعادت و خوشبختی مردم از طریق رسانه ها کوشا بوده باشه نباید از طریق رسانه ها از طریق سازمان ها از طریق حکومت ها از طریق بالاخره قدرت به نحوی تعصب دامن زده شود برتری جویی دامن زده شود خدا نخواسته. به نحوی کسانی محکوم دانسته شود کسانی حاکم دانسته شود این اینطوری این مردم شو. از هم دور شوان. خدا نخواسته سبب دوری تفریق مردم شود در حالی که اسلام میگه هر گونه فعل و عمل و گفتار و کردار سیاستی که از طریق فرد و گروه و سازمان و حاکمیتی که صورت میگیره خدا نخواسته دو تفریق باشه تعصب بوده باشه به نوی آزردگی و نارضایتی مردم و توده ها و جامعه اسلامی بوده باشه در واقع او گناه هست ناپسند است پس همه مسئولیت داره که همچو کاری را انجام نتن بلکه مسئولیت دارن برای حق اعاده حق, حق حقوق شهروندان افراد جامعه مسلمانان در واقع پس میتونه که رسانه ها یکی از وسایل عمده برای بیداری و آگوهی آگاهی و اتفاق اتحاد چقدر میتونه که رسانه ها در از لحاظ روانی به مردم آرامش بتن این مردم احساس کنن که خوب یک چیزی به نام رسانه داریم حمایتگری معنوی ماست و میتونه که درد دلهای ما را افکار ما را اندیشه های ما را بیان بکنه و باستاب بوده از لحاظ روانی به مردم یک مقدار آرامش ببخشه و آرامش بده زیاد ناامیدی خلق نکنه برای مردم در همه عرصه چقدر میتونه رسانه نقش داشته باشه و پیش تاس باشه شک رسانه ها میتونه نظر به محتوا و پیام و اهدافی اهداف را که دنبال میکنن در واقع باز هم اشاره کردم زیر نوان عنوان رسانه بوده باشه حکومت بوده باشه سازمان بوده باشه نه با محتوایی را پیامی را که در واقع برای مخاطبین برای توده ها برای افراد و جامعه پخش میکنه برای بستگی به این داره اگر خدا نخواسته کسی بخوایم و اهداف شخصی و گروهی و سازمانی و رسانهی مختص به اهداف محدود خود را تحمیل بکنه در واقع این سبب میشه که افراد جامعه ناراض باشند و به نحوی جامعه ناامید بوده باشن و به نحوی جامعه افراد جامعه از لحاظ روانی از لحاظ ذهنی بی ثبات باشند امید برای آینده نداشته باشن اما و مهمتر از همه مکلفیت دارن رسانه ها چی رسانه های دولتی است چی رسانه های شخصی است چی گروه ها و سازمان ها هست ه... حکومت است هر کسی است با مردم خود صادق بوده باشه دروغگو نبوده باشه دروغکار نبوده باشه مثل در جمهوریت ما شاهد بودیم اشرف غنی رئیس جمهور و بعضا هم و رئیسایش و وزیرایش کارهای را انجام میدادن که دروغ خلاف برای در واقع فریب مردم بود زیر نان رسانه ها و زیر نان انتخابات چیزهای رو به مردم پیام دادن برای مردم وعده کردن که برخلافش انجام دادن متاسفانه خیر وعده کردن که ما صلح کنیم با گروه ها با گروه طالب مثلا گفتن ما صلح کنیم که بسیار با آرامی همه چیز ما حفظ اما اشرف غنی خائن فرار کرد همه چیز را از بین برد و ما روز به وضعیت بسر میبریم که دنیا ما را به رسمیت نمیشناسه و امروز هم جامعه ما متاسفانه قسمی که لازم است خوشبخت بوده باشه آرامش باشه ثبات سیاسی و اقتصادی داشته باشیم نداریم متاسفانه اگر سال میشد، شد داشته های ما همه چیز ما حفظ می در واقع یک حکومت متحد مقتدر بهتر از امروز بهتر از یو وضعیت ما می داشتیم با دنیا ما ما, ما تعامل می کردیم خوب اگر گپ امارات ما بد نخورم من بریم اون فکر ما میخوایم بگیم که اگر صلح همین شد بهتر بود در حالی که ما بیاد دارم آقای استرنگ زای آقای ملا برادر میگفت ما صلح با استعفا آقای اشرف غنی مگر ما اشرف غنی خواهیم استعفا ترجیح داد مگر ما استعفا در حالی که مرافی مرافی مردم امیر جواب میگرفت صلح همین بسیار خوب, خوب. استاد من خواستم پرسان دیگر اجازه مطرح کنم که نقش رسانه در آموزش و پرورش یا به عبارت دیگر در تعلیم و تربیتی افکاری آمی مردم و در کلش تمام مردم مخصوصا نسل جوان چقدر میتونه مؤثر باشه پیشتر شده کردم که رسانه ها به عنوان یک ابزار یا وسیله یا فناوری بسیار بران با محتوا و پیام اهدافی که در واقع دنبال میکنه پخش میکنه میتونه که مخاطبین خاص داشته باشه ازاز اقشار و گروه ها و جنسیت و در واقع در واقع نوه افراد جامعه به طور مثال اکثریت امروز نسل امروزی ما یا بافت اجتماعی جامعه ما جوان هستند زیر گروه سینه زیر 40 سال و 50 سال حداقل 20 سال هستن در هر خانواده ما کم از کم دو سی طفل داریم کم از کم پنج پس اینا همیشه نیاز دارن از طریق رسانه ها نیازهای ذهنی و در واقع آموزشی و پرورشی که برای شخصیت و بالندگی و پویش شخصیتشون نیاز است برایش رسیدگی شود اینی وقتی که رسانه ها نظر به نیاز افراد جامعه، لاهای جامعه، اقشار جامعه در واقع کدگذاری میکنه، برنامه سازی میکنه، پیام محتوا تنظیم میشه در واقع نظر به افراد جامعه میتونه که موفق باشه رسانه، میتونه که نقش آموزشی و پرورشی را در جامعه بازی بکنه که رسانه که ما خوشبختانه بعض رسانه ها را ما داشتیم، مثلا برنامه های شما، امید دیروز نور، برنامه خوبی داره از لحاظ اجتماعی از لحاظ آموزشی از لحاظ سیاسی از لحاظ فرهنگی و مثل رسانه های دیگه به طور مثال چی دیداری بوده باشه چی شنیداری بوده باشه چی چاپی بوده باشه که یعنی از طریق رسانه ها ما میتونیم علم به دست بیاریم پیام های آموزشی و پرورشی به دست بیاریم چی کودکان چی نوجوانان و چی شخصیت های علمی ما در سطح دانشگاه ها می باشند در سطح مکتب ها می, می بده باشند و حتی شبکه های اجتماعی یعنی بعض بستگی بی داره که کدام رسانه کدام سازمان در واقع چیگونه محتوا و پیام را اهداف را نظر به نیاز جامعه تنظیم میکنه و او را فراهم میسته و در خور مخاطبین خود قرار میده و در واقع گزینش داره افراد جامعه گزینش داره نظر به محتوا و پیام ها او گزینش او پیام ها و محتوایی را میگیره که در واقع نیاز داره هر کسی نظر به نیاز خود افراد جامعه از مکتبی ما از متعلیم اون گرفته تا به دانشگاهی ما مؤسسین ما و بالاخره افراد جامعه میتونه که پیام ها را از طریق برنامه های آموزشی به دست بیارن بسیار خوب بود دیگری بحث رسانه هم که همان بحث آسیب شناسی رسانه هست به نظر تان از لحاظ آسیب شناسی چقدر می که استفاده بیرویه و استفاده غیر هدف از رسانه مخصوصا رسانه های اجتماعی مثلا مثل فیسبوک، تویتر، نمیدانم، اینستاگرام، واتساب این رسانه های اجتماعی در کل که حالا هر کس در جیب خودش یک رسانه داره چقدر میتونه که محتویاتی از اینا و چقدر میتونه که امو زمانکشی و وقتکشی مخصوصا برای نسل جوان که بیشتر در معرض آسیبی از این رسانه ها قرار میگیرند چقدر به نظرتان زیانمند تمام میشه بدون شک تحقیقاتی که, که اخیرا نشان داده دانشمندان کشورهای غرب انگلستان خصوص چند وقت پیش تک تحقیقات را انجام دادن که نقش مخرب رسانه ها برای نسل جوان بخصوص واقعا ویرانگراله بوده در صورتی که افراد جامعه بخصوص گروه سینی مشخص کودکان، نوجوانان و جوانان در صورتی که از طریق شبکه اجتماعی محتوا و پیام ها و موضوعات که لازم دارن نظر به سن سالشان، نظر به جنسیتشان، نظر به ارزش ها و وقت های اجتماعی و دینی فرنگیشان در واقع دنبال نکنن وقت خود را مشخص تنظیم نکنن مدیریت نکنن و خدا خواسته به جای ازی که به اصلاح برن برای پویایی و پرابرش برن میتونن که خدا به بیراه برن و اوقات خدا به جای ازی که به درس, ت... درس و تعلیم و مطالب پیش ببرن به کارهای خانه با خانواده پا به پا پیش برن با افراد جامعه به عنوان یک فرد موفق چی متعلم است چی محصل است برعکس میتونه که خدا نخواسته دچار یک یک ثباتی روانی بوده باشه بین با افراد بره در واقع ساعت وقت خود ازایی بکنه و این سبب میشه که از لحاظ ذهنی کاملا زننده بوده باشه از لحاظ اجتماعی کاملا ویرانگر بوده باشه فاصله بین با افراد جامعه در سطح خانواده را به وجود بیاره متاسفانه و این رسانه ها میتونه بجای زیک که خدا نخواسته نقشه نقش اصلاهگر و بیدارگر داشته باشه روشنگر داشته باشه میتونه که رسانه و پیام های منفیش خدا نخواسته منظور ما رسانه هایی که با پیام های منفی و ابتزال و منحرف است این حراف است این سبب میشه که نوجوانان و جوانان در موقع کدکان اشاره حرفه چقدر, چقدر میتونه که استفاده سالم و درست از رسانه های اجتماعی که پیشتر گفتم هر کسی در جیب خودش امروز یک رسانه داره در پیوند دادن خانواده ها و افراد خانواده با یک دیگر نقش داشته باشه و همچنان استفاده بیموریدی از این چقدر میتونه که خانواده ها را از هم دور کنه مثلا یک نفر بگه که خب با هم نشنیشن سر یک فرصتی پیدا نکنن که بشینن چهار دقیقه خانواده ها با هم قصه کنن بگه خب رسانه داری مال تلفن است و واتساپ است باز یک فرصت شد به مادر و به پدر و به خواهر و به اینا یک زنگ میزنم احوالشان میگیرم کافی است به نظرتون چقدر میتونه که همین استفاده بی و به هدف خانواده ها را از هم دور کنه مهر محبت خانوادگی را کم بکنه احمد سر گرامی پیش اشاره کردم تکنولوژی مدرن تکنولوژی و فناوری دنیای مجازی که امروز ما داریم اینترنت شبکه های اجتماعی و بالاخره ماشین یا دستگاه زیر نام رسانه های دیداری و شنیداری و بالاخره آپشن یا گزینش که به شمول فیسبوک است تویتر است یوتیوب است و بالاخره بعض شبکه های دیگه بازی ها اینا میتونه که در واقع در دنیای مجازی افراد را از واقعیت های اجتماعی از دنیای واقعی و طبیعی فطری دور بسازد، در دنیای کاملا مجازی و ذهنی درگیر بسازد، در دنیای خیالات در دنیایی که واقعا انسان از واقعیت های طبیعی و اجتماعی و خانوادگی در واقع دور میشد در دنیای خود یعنی در ساعت در این از جامعه شناسی میگن تک ساعتی شدن افرادی که در واقع در خیالات و ذهن و امو ساحت فکری خود مشغول میشه ارتباط برای خانواده پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر و دوستای اجتماعی خود از دست میده اینا این بود استفاده ناسالم رسانه ها چی شبکه های اجتماعی بوده باشه بخصوص منظور ما که بیشتر از طریق رسانه ها ما گوشی که همراه خود داریم از طریق رسانه ها میتونیم که در واقع مشغول شویم به بیراهه بریم خدا خواسته و ما میتونیم که از این رسانه ها از محتوا و برنامه های خوبه با زمان مشخص مهمترین نکته که میخویم اشاره بکنم زمان مشخص میتونه که استفاده سالم از برنامه ها و موضوعات و بر... ببخشین محتوای سالم از یک آدرس مشخص معتبری که مطابق با ها و باورهای مردم در واقع برنامه میسازه محتوا و پیام می سازه، از او استفاده بکنه در زمان مشخص یعنی زمان را باید از افراد جامعه بخصوص خانواده ها بالای جوانان خود مدیریت کنند که چی زمان چند دقیقه تا افراد کلان ما و شما میتونیم که این تاک ساعتی شدن دنیای مجازی مشغول شویم درگیر شویم <applause> پس زیاد را وقت زیاد را از دست زیاد خود از دست بدیم به جای اینکه ما یک ساعت را در یوتیوب در فیسبوک بگذرانیم فقط ده, ده, ده کفایت میکنه که از متوای از دوستا از روابطشون برقرار کنیم ببخشید ارتباط برقرار کنیم روابطشون با خبر شیم از احوالشون بخصوص پیام های خوبه بگیریم اما به زمان خود را ما به مطالعه پیش ببریم با ارتباط با اعضای خانواده با دوستا با دنیای واقعی خود مصروف شویم چرا ما در دنیای واقعی زندگی نه دنیای مجازی بسیار خوب بس خوب اشاره کردین که مطالعه گفتین به نظر باز هم بحث آسیب شناسی مطرح شوه چقدر به غرق شدن در رسانه های اجتماعی نسل جوان و بخصوص درس خوانده و تحصیل کرده ما را و آدم های کلان فرهنگی ما را از کتاب خواندن از مطالعه از تحقیق و پژوهش کتاب و میدانی به نظرتان باز باقی مانده متاسفانه از آن جایی که جامعه افغانستان از آز فرهنگی یک قبگرد در طول سالیان گذشته داشته حتی که امروز ما شاهد هستیم متاسفانه نظر به و های سال های گذشته و اکنون فرهنگسازی لازم استفاده از رسانه ها و فناوری تفهیم نشده این دولت ها, ها، هر کسی به نحوی در قسمت سیاست گذاری و مدیریت من پیشترم اشاره کردم دولت ها در قسمت باید تنظیمی، تنظیم مدیریت و رسانه ها و بخصوص محتوا و پیام اهدافشان متاسفانه کم آورد لندید نظام جمهوریت ما امو سبب شد متاسفانه که در حال که ما جمهوری اسلامی داشتیم قوانین اسلامی بود اما در قسمت سایه تطبیقش و چیزی به نام رسانه ها یک رکن آوردیم در اینجا پیاده کردیم رسانه های زیاد را ما اجازه دادیم بدون از اینکه اهداف و بعد برنامه ها و محتوای از اینها را ما مدیریت باشه مکنیم. نظارت باشه بله. این سبب شد که سو استفاده شود در واقع مسئولیت اصلی حکومت دور, دور شود و از این فضا متاسفانه جامعه افراد جامعه جوان ها زیر نوان مختلف ما شاید بودیم که یک گروه می آمد یک کار ناپسند رنجام زیر نام حقوق زن و در حالی که حقوق زن از لحاظ اسلامی از لحاظ جامعه مدرن امروز جامعه اسلامی کشورهای اسلامی بر از مست شده اما در اینجا از زیر نوان ها استفاده شده استفاده شده و زمین شد که بود استفاده, بود استفاده که... کرده از اینجا منظور مستازی هزای... بود که فرهنگ چقدر کم شده. دقیقا گپ سر زمین فرهنگ کتابخانی بود منظور مازی بود که زمانی که مدیریت صورت نگرفت فضا کاملا به طور بیرویه بدون مدیریت فضا باز ماند هر کسی بر نحوی از هر آدرس یک چیزی را پخش کرد و مردم ما بدون از اینکه لار رسانی کافی داشته باشند آگاهی لازم را داشته باشند خانواده ها به یک سطح لازم آگاهی بوده باشند از آز فرهنگی از آز علمی که بتوانند محتوا را گزینش کنند که از کدام محتوا و از کدام پیام از کدام آدرس و نشانی چگونه پیام را که نظر, نظر به نیازش است انگیزه است و یعنی به نفعش است برای رشد و بالندگی و پویاییش است در واقع او را به دست در حالی که همچی چیزی صورت نگرفت بجای از ای که از رسانه ها بخصوص سبک های اجتماعی از این آزادی بیان ما استفاده درست بکنیم متاسفانه جوان ما به نحوی مشغول هستند به وضع که با رای درست برن به بیراه متاسفانه بیشتر دیده میشه که فضا کاملا مختنق است کاملا نابسامان است در رسانه ها در شبکه های اجتماعی ما بینیم که یک کسی در یک گوشی دنیا آمده توهین برای گادرس میکنن برای شخصیت میکنن برای یک مذهب میکنن برای یک گروه میکنن کاملا بیتها میبنده توهین میکنن متاسفانه افرادی که امو سرشان پایشون پای سر و پایشان ارزشی نداره یعنی اصلا بطنشان نمیارزه ارزه افرادی هستن که خودشان اصلا چیزی نیستن اصلا شخصیت اجتماعی ندارن اما با کلان ترین شخصیت ها و گروه ها توهین میکنن و اونجا بینندام داره بعض افرادی که از آز فرنگی ضعف و ناتوانی داره و دنبال از امون میرن و از او در, در, اختلاف اندوزی در تفریق اقوام در واقع در تحص... دام زدن دامن زدن تعصب تضادها اجتماعی دامن میزنن متاسفانه پس بنابراین اه... کوشش بکنیم جوانا از این فضایی که زیر سبک های اجتماعی داریم ما استفاده خوب بکنیم زمان را مدیریت بکنیم آدرس های مشخص را پیدا بکنیم پیام های خوب محتوای خوب را متن های خوب را موضوعات خوبی را که نظر, به گزینش،, گزینش بکنیم نظر به نیاز خود ما که مفید باشه از آز دینی ما از آز روابط اجتماعی ما از آز وحدت اسلامی ما عدالت مهمترین گپ که پیام اسلام عدالت است به خاطر برقراری عدالت در واقع بر بیداری و آگاهی در واقعی پس بنابراین رسانه ها در صورتی که مدیریت نشود میتونه که از فرهنگ مطالعه از فرهنگ آموزش که ما یک فرهنگ غنی داریم در اسلام بخصوص در ادبیات فارسی ما به طور مثال می بگیم. در هر زمینه اسلام ما غنی هست همه نیازهای امروز یک جامعه یک فرد جامعه را ما داریم ما میتونیم که از مصنوی خانی از شاهنامه خانی از کتاب ابیات سنایی غزنوی از حافظ شیرازی سعدی شیرازی در واقع از مولانا جلال الدین محمد بلخی در واقع از این شخصیت های بزرگ جهان عرفان ادبیات استفاده بکنیم ما میتونیم که برنامه های اجتماعی را مجالس را برقرار بکنیم بحث های و اخلاقی و ادبی داشته باشیم مشاعره داشته باشیم به جای که ما در فیسبوک بیم به دیگر توهین بکنیم به جای اینکه خدا نخواسته ببندیم توهین بکنیم به شخصیت های ملی ما بر گروه های ما کسایی که در واقع در گذشته در جامعه نقش بازی کردن خدانگهواد بدون از اینکه ما بر زونات توهین کنیم به جای ذکر استفاده ناسالم کنه در شبکه‌های اجتماعی استفاده ای سالم شود استفاده ای سالم شود برای همگرایی و همدلی و پویایی در واقع کار بکنه بسیار خوب سپاسگزار هستم از حضورتون در این بحث و برنامه قربان شما مهندس بیگرام این سوال که برنامه خوب بوده باشه و پیامی خوبی داشته باشه ان شاء بینندگان عزیز این بود داشته های برنامه اومد در همین یا به پایان رسید تا بحث و برنامه‌ای دیگر خداحافظی می‌کنیم